تابستان استانبول در دو چیز برای من خلاصه می شود. از روی پشت و بام های محله ایمین و نو به دریا نگاه کردن و دنبال سایه گشتن برای چرت ظهر یا رفتن به کش با کشتی به جزیره ها. من عاشق شعبده بازهایی هستم که میآیند در بورگوزادا. میل می اندازند و گوی می و آتش می خورند. من عاشق پیر مردهایی که استخانهای ترقوشان بیرون زده و قفسه سینشان قلب تپندشان را زندانی کرده می شدم. عاشق مهارتی که در نگه داشتن تعادل دارند یا مخفی کردن کارت ها و سکه ها در میان مو و پشت گوششان. تابستانم را در استانبول اینگونه میگذرانم. در خلسه شوبد بازها و خوردن چیزهای سبک. سلام، سلام سلام. برنامه کتاب باز شروع شد. آقای محمد طلوعی نویسنده به کتاب باز خیلی خوش اومدید. خوشون شما ممنون. ممنون که من دعوت کردید. ارادتمندم. بگم که غیر از نویسنده کلاس های قصه نویسی و داستان نویسی هم دارین. نویسنده کودک نوجوان هم هستید. مطلب و یاد داشتن می نویسید کارهای دیگه هم میکنید همین نویسنده کافیه نه دیگه من خودم کشتم که فقط به من بگن نویسنده بقیه کارا رو دیگه نکنم چرا خودتونو رو کشتید که فقط بهتون بگن نویسنده راستش یاد گرفتم از یه جایی که تو این کاری ای که بدی هم نیستم میتونم کاری کنم کار نکنم و فقط بنویسم و دوست داشتم که این عنوان نویسندگی رو تنها داشته باشم نوشتن چه لذتی داره که دوست داریم فقط نویسنده باشیم راستش کار دیگه بلد نیستم یکم هم سنم سن برای تغییر شغل گذشته ولی فکر میکنم آدما اینجوری کاراشون رو انتخاب میکنن وقتی که یک کاری انجام میدن که بدون تماشاچی و در تنهایی ازش میتونن لذت ببرن فکر می کنم اون کار برای من داستان نوشتنه فکر می کنم نویسندگی اون کاریه که میتونم بدون اینکه کسی قضاوت هم کنه دوستم داشته باشه یا از, اش... از من خوشش نیاد در تنهایی انجامش بدم به خاطر همین انتخابش کردم نویسنده ها عادت های خاصی بر نوشتن دارن شما چه جوری می نویسین چه ساعتی از روز کجا آیا مهمه که جای خاصی باشه نور خاصی باشه نمیدونم فضای خاصی بعد با نوشته هاتون چه جوری طرف میشین یه بار می نویسید و همونجا تاثیر می کنید بعد ها دوباره میان بهش نگاه می با نوشته هاتون گریه میکنین میخندین یه کمی از نوشتن, نوشتن و حال و هوای خود نوشتن خودتون برامون بگید راستش اینجوریه که من ت... به دلیل زندگی کولی که داشتم عادت کردم که هیچ عادتی نداشته باشم Uh, هیچ مهرابی برای نوشتن ندارم هیچ جایی برای نوشتن ندارم هیچ وقتی برای نوشتن ندارم همیشه یه کوله پشتی دارم که توش یه لپتاپ هست و هر جایی که فکر کنم باید بنویسم یا وقتش رو داشته باشم که باید بنویسم مینویسم uh, شاید تنها عادت نوشتنم اینه که با در واقع لپتاپ مینویسم دیگه هیچ چیز دیگه ای ندارم مثلا فکر کنم این تنها عادت همه واقعا با دست نمی نویسم با خودکار یک کلمه هم نمی نویسم با, خود... با, خودکار تقریبا نمی نویسم هیچ وقت ننوشتم یعنی از وقتی که تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم از دوتا دستم استفاده کردم میگن که این خلاقیت بیشتری داره وقتی شما از یه دست استفاده میکنید یا از دو دست برای نوشتن استفاده میکنید البته آدم های مختلف قوه خلاقشون در چیزهای مختلفی وجود داره مثلا داستایوفسکی اصلا هیچ وقت نمی نوشته فقط عمالی میکرد می بله میگفته می و یه محرر داشته که مینوشته بعدا هم همسرش شد آه، بله, بله. آه، بنابراین این شکلیه که فکر میکنم هیچ عادتی بده. در نوشتن ندارم با نوشته ها میخندم یا گریه میکنم نه ولی گاهی اوقات دیالوگ آدم ها رو واقعا سعی میکنم با لحنشون بگم و این گاهی خندناک میشه دیگه چی پرسیده بودید که؟ وقتی وقتا میشتونین یه چایی بخورین نوشتن چای رو تر چای رو تر چایی رو ترک کردم چایی آره رو ترک کردم آره آره چون میدونستم شما دمنوش میدید فقط اینجا دیگه چایی رو ترک کردم چایی هم آبی بخورین رو بگید شما آه؟ قرار بگید چایی دیگه نگید چایی بله, بله یا چای. آره. من آره خیلی چون با استعدادم این همین یک کلمه رو الان دیویست و برمامه هست نمیتونم بگید عرضم به حضورتون که یه آبی بخورید و عجب چیزی نوشته خود شیفتگی بعد از خلق اثر که به نظرم اگه وجود نداشته باشه آدم نویسنده نمیشه باید فکر کنه که این بهترین چیزی که در جهان نوشته چقدر جالب عالی بود به نظرم خود شیفتگی بعد از خلق اثر آره به نظر میرسه که دو تا حال وجود داره بعد از نوشتن یه یعنی خودشیفتگی بعد از خلق اثر که دقیقاً تو همون لحظه شدن فکر میکنه که بهترین چیز جهان نوشته و یکی افسردگی بعد از خلق اثر که یه ما بعده و فکر میکنید این بدترین چیزیه که, نوشته دوباره میره به سمت داشتم آها. یکی از این روزنامه های خاطرات ناصرالدین شاه رو یادم میاد سفرنامه هاش بود میخوندم یه جا داره میگه که امروز صبح به حمام رفتیم برای استحمام بعد اومده بیرون رو میگه خودمان را در آینه دیدیم الحق خوشمون خودشو آره احتمالاً وقتی می‌نویسیم ما الحق خوشمون میاد ولی یه ماه بعد یه کم آدم الحق از خودش خوشش بیاد همینگوی یه جایی گفته که وقتی که مینوشته جایی تمام می‌کرده نوشتن رو در روز اولا که هر روز کار میکرده. یعنی مثلا این نبوده که یه روزی کار نکنه سعی کرده یه نظمی داشته باشه و هر روز کار کنه ولی جایی تموم می‌کرده که می‌دونسته فردا که می‌خواد بشینه پشت ماشین تحریرش چی میخواد بنویسه میگفته تا وقتی ندونم ادامش چیه ترک نمیکنم شما از این اخلاقام هم ندارید خب الان باید من یک کم خودم رو اصلاح کنم من روزی هزار کلمه می نویسم و هر روز می نویسم بیشتر از هزار کلمه نمی نویسم واقعا هر وقت هزار کلمه این پایین بفهمم که شم، شمارش گرم هزار کلمه رو نوشتم می بندم لپتاپم چون فکر می کنم بیشتر از اون آدم مزخرف می نویسه ولی این شکلیه که خیلی خودم رو در این منجلاب میندازم که ندونم اصلا چی میخوام بنویسم فکر میکنم که دانستگی نسبت به یک الگو آدم رو در واقع یک کلیشه ای میکنه به خاطر همین خیلی نمیدونم چی میخوام بنویسم به یه ابری از قصه معتقدم که یه چیزایی بهش آویزونه در واقع حتی به اون طرح یا پلات کلاسیک خیلی اعتقادی ندارم یعنی یه چیز کلی هم حتی تو ذهنتون نداری چرا کلی دارم ولی با جزئیات ندارم یعنی من خودم این چیزیه که کمی سر کلاس هم میگم وقتی چهار نقطه یه داستان دارم باش مینویسم و هر روز این هزار کلمه نوشته میشه یعنی روزی نیست که هزار کلمه رو ننویسم میخوام الان کمی دروغ بگم و بگم نه،, نه نیست اون روزه ولی خب هست دیگه قطعا آره،, 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 آره. آره. یه روزایی هست ولی این برنامه زندگی من این چی... کاری که ازش پول در میارم بنابراین مجبورم انجامش بدم یه کمی شبیه شغل بهش نگاه کنید ما... اینجوری نیست که هشت ساعت در روز کار کنم ولی روزی هزار کلمه می نویسم یه دوست مشترکی ما داریم یه نویسند است که هم دوست منه و هم دوست شما و اون که من به صورت موظف برای خودم تعیین کردم روزی صد صفحه کتاب می خونم من. آیا شما برنامه ای برای خواندن هم دارید؟ یه سوال دیگه هم دارم و آیا وقتی که می نویسید بعدا دوباره بر می گردید و بازنویسی و حک و اسلام می کنید یا همونجا اول رو جواب یعنی uh, به نظر من نویسنده واقعی کسی که تو بازنویسی میتونه متنش رو خلق کنه چون اون بار اول نوشتن خیلی uh, گرفتاری های تکنیکال وجود داره در نوشته آدم که به دلیل همون خودشیفتگی بعد از خلق اثر آدم باش مواجه میشه و نمیفهمتش و من خودم حالا از این آدمایی نیستم که میگن من نوشتم و میذارم که بیات بشه بعد دو بش دوباره بهش مراجعه میکنم ولی پروسه بازنویسی نوشتن دوباره یک اثر در این حد بازنویسی که فضای داستانم عوض بشه شخصیت های داستانم عوض بشه حتی ماجراها عوض بشه خیلی طبیعیه برای من این جزی از کارمه اصلا فکر نمی کنم یک چیزی رو می نویسم و اون نوشته مثلا به یک الهاماتی در یک دنیای دیگه متصله و بهترین چیزیه که من تولید کردم برای من لا که میدونم این یک دستورالعمل همگانی نیست نمیشه به بقیه توصیهش کرد بازنویسی یکی از مهمترین بخش های نوشتن هم. منم چیزی که شنیدم و خوندم اکثر غریب اتفاق نویسنده ها همینجورن البته استثناءهایی هم هست مثلا معروف که شلی جکسون داستان لاتاریو که یکی از کلاسیک های داستان کوتاه و امیدوارم بخونید این داستان شگفت انگیز لاتاری رو میگن در یک نشست اومده نشسته پشت ماشین تحریرش و نوشته شاید یکی دو جارو کوچیک اصلاح کرده و این یه شاهکار همونجا خلق شده. یا یه چیز خیلی معروف راجع به رمان قمارباز داسیوفسکی دیگه که رومانیه که در سه هفته نوشته بانده. شده و اصلا یک بانده. فستیوال وجود داره برای نوشتن رمان در سه هفته. یعنی نویسنده ها جمع میشن و تصمیم میگیرن در سه هفته یک رمان بدون هیچ تعریف و تازه شروع کنن و تمومش کنن. آره فیلمش هم ساخته شد و تو ایران هم نمایش داده شد که اصلا بی پول داستوفسکی و موظف و اصلا بین اون دو تا خانوم میاد به عنوان منشی برای اینکه میتونه با سرعت نعم. بیشتری نعم. کار کار اصلا بین دوتا رمان نوشته شده و یکی از بهترین کارهای داستوفسکی ولی خب از اوته من بر نمیاد این کار و معمولا این نوشتن من خیلی کار طولانیه مثلا من رمانی دارم که 6 سال یا 7 سال نوشته شده ولی چون معمولا چندین پروژه همزمان دارم چندین داستان مجموع داستان و رمان با هم می نویسم هر کدومش میتونه اینقدر زمان از من بگیره ولی بالاخره مثلا سالی یک کتاب یا دو سالی یک کتابو دارم دیگه اشکال نداره بپرسم چند سالتونه و چند تا کتاب چاپ شده داری؟ من 39 سالمه پنج تا کتاب برای بزرگسال دارم و یک کتاب در حوزه نوجوان دارم هنوز به چهل سالگی نرسیده معلف شش کتاب چاپ شده هستید بیشتر کتاب چاپ شده این شش تا کتاب تعلیف خالص دیگه یادمه که اصلا یه جایزه ای برگزار شد بر نویسنده های زیر 40 سال که بیشتر از سه کتاب دارن و شما یکی از برندگان فکر می کنم اگه مثلا میخواستن دو تا کتاب بگیرن خیلی آدمای دیگه میتونستن توش بیان به من کم شانس البته یک جایزه تقریبا جهانیه یعنی همه دنیا نو... نویسنده چهل ساله نویسنده جوان محسوب میشه و به خاطر همین زیر این سن به آدم ها جایزه میدن بابت اینکه تشویق بشن و دیگران هم بدونن که این نویسندگان زیر چهل ساله با استعداد وجود دارن که میتوانند در آینده نویسندگان خوبی بشوند من الان برای سوال خیلی مهم مطرح شد ولی چون قبلش سوال دیگه هم برای مطرح شده بود اول میرم سراغ یعنی و اون اینکه گفتین که, که رمان نوجوان نوشتید چه فرقی بین رمان برای بزرگ سالان و رمان برای نوجوانان هست؟ مگه نوجوانان نمیتونن رمان بزرگ سالان چرا؟ بزرگ... ولی یه تعریف دایرت المعارفی هم داره دیگه میگن داستانی که راجع به نوجوان باشه یا شخصیت قهرمان قصه نوجوان باشه با همین حساب مثلا داستان ناتور دشت سالینجر جزو دسته داستانهای نوجوانان طبقه بندی میشه واقعا بله. من نمی‌دونم بله. خیلی ولی بله. کتابیه که بزرگ بله. بله خیلی مباحث بزرگ سالانی درش وجود داره ولی بله چون قهرمانش نوجوانه جزو داستانهای نوجوان محسوب تام سایر همین جور بله اترون. بله خیلی این چون شخصیت قهرمان هم جزو چیزهایی هست که طبقه بندی یک کتاب. خب دیگه پارامتر یعن... یا برای نوجوان نوشته شده یعنی راجب به موضوعاتی آها. که یک نوجوان باش درگیر میشه یا قهرمان قصه نوجوانه این یک تعریف خیلی کلی راجع این موضوع ولی این حد اکثریه ولی این ببخشید باید دوباره بگم حد درقلیه. یعنی اگه این دو تا عامل رو داشته باشه حتما رومان نوجوان, نوجوان محسوب نوجوان. میشه حالا چیزای دیگه هم وجود داره برای اینکه اینو یعنی تشخیص حالا بریم سراغ سوال, ب... سوال دوم و اون که چهل سالگی از چه نظر مهمه برای نویسنده شدن؟ راستش باید اینجوری بگم مثلا یک فوتبالیست چهل ساله دیگه خیلی دیگه از فوتبالش گذشته دیگه یه روژه میلا داشتیم که در نمیدونم چهل یک سالگی در جام جهانی بود آره یه پیتر شیلتون بود که آره جام جهانی نوید همینا بودن هم. آره ولی خب نویسنده زیر چهل سال به عنوان کسی که هنوز داره تجربه میکنه مطرح میشه کسی است که هنوز سبک شخصی نداره کسی که هنوز راه شخصی نداره البته استثناءات زیادی هم دارن در تاریخ ولی از اون به بعد یک فرصت بسیار کمی برای تاثیرگذاری گذاری برای نویسنده وجود داره یعنی شما میگن نویسندگی یک شغلیه که خیلی دیر شروع میشه و خیلی سریع تموم میشه شما تا 60 سالگی وقت دارید که تاثیر بذارید رو اطرافتون و نویسنده مهمی باشید از اون به بعد یک نویسنده بازنشسته هستید که شاید بگیرید شاید هم نگیرید آخه دو سه تا چیز الان یادم میاد استثنا داره حتما که توی ادبیات ایران به خصوص ادبیات معاصر ایران یه چیزایی میگن ببینین درسته اینا. مثلا میگن جوان مرگی نه حالا مرگ واقعا مرگ فیزیکی هم. یعنی انگار تو جوونی بهترین آثارشون رو خلق کردن و بعد تموم شده یا نویسنده های زیادی که یک کار خوب داشتن من. و باز نویسنده های خیلی زیادی که اولین کارشون بهترین کارشون بوده و بعد از اون دیگه کار درخشانی نداشتن که حالا مثال نزنیم ولی میتونیم هم مثال بزنیم نایپل راجع به همین کار اول نویسنده ها میگه که خیلی از دیوونگیشون میاد واقعیتش اینه که خیلی ناآموخته یا نعیفن یعنی آموزش مدونی ندارن معمولا وقتی نویسنده ها کتاب اولشون رو می نویسن خیلی تسلیم بازار نیستن خیلی هم تسلیم نقد ادبی نیستن بنابراین با یه آزادی تولیدش میکنن ولی معمولا خیلی از اون به بعد بازخورد خوانندگان روشون تاثیر میذاره آها. اینکه میگم تسلیم بازار نیستم معنیش این نیست که بازار بهشون سفارش میده میگه فلان چیزو بنویسید خب شما پسند مخاطبتون رو شما تاثیر داره ولی بار اولی که نوشتید اصلا نمیدونید بیرون چه خبره این پسند مخاطب مختص مادریران ایران نیست در همه جای جهان وجود داره به خاطر همین نویسندگان زیادی در تاریخ هستن که با یک کتاب معروفن یا یک کتاب اولشون بهترین کتابشونه بعد از اون تبدیل شدن به موجودات دیگری که تحت تاثیر ناشرن تحت تاثیر بازارن تحت تاثیر بازخوردهای خواننده این خیلی امر طبیعیه چیز عجیب غریبی هم نیست راجب جوان مرگی در ادبیات فارسی به نظرم کمی اقراق شده چون تقریبا میتونم بگم بهترین نویسنده های ادبیات فارسی معاصر نویسنده های پرسالی هستند شاید با این علت بوده که تعداد نویسنده زیادی هم بوده که اثری خلق کردن در جوانی و بعد دیگه به اون قدرت آی اصلا یک چیزی وجود داره در نویسنده که به نظرم بسیار متفاوتش میکنه با بقیه شغل که در هنر وجود داره و اینه که بسیار شغل دیر بازده و کم بازخوردیه این در همه جای جهان هست اینکه یک نویسندهی معروف میشه جایزه میگیره فروش داره اینها در همه جهان تعداد اندکی میتونن به این قله برسن شما مگه در طول سال چند تا کتاب پر فروش دارید چند تا جایزه دارید که کسی بگیره و معروف بشه و اگه کسی بتونه دووم بیاره و این سال‌هایی که داره خلق میکنه رو همچنان با این امید که روزی خواهد گرفت یا روزی میگیره زندگی بکنه احتمالا نویسنده باقی میمونه به سر از این آدم هایی که شما راجبشون صحبت می‌کنید، بعدا رفتن به ساز بفروش شدن بعدا رفتن پزشک شدن آهم فروش شدن یا اینا هیچکدوم بد نیستن و شغل دیگری پیدا کردن برای امرار معاش و نتونستن در دنیای نویسندگی باقی بمونن واقعیتش اینه که اگه شما نویسنده باقی نمونید این هزار کلمه در روز رو ننویسید این هشت ساعت در روز رو کار نکنید خب یه کار دیگه ای هستید نمیتونید انتظار داشته باشید همون مقدار قدر ببینید از جامعه ادبی یا از خوانندگانتون بنابراین باید تمام مدت همین کارو بکنید و امیدوار باشید این شاید مهمترین رمز نویسنده باقی موندنه چقدر خوب بود چقدر خوش یه ساعت در روزم گفتین که باز این خیلی حالا خواستم کارمندیش کنم عذر میخوام پس آره. میگیرمش من خیلی خودم اینقدر کار نمیکنم کنم علا، علا. علا. ولی به یه یه چیز متر تقریبی ذهنیه خیلی هنوز حرف و سوال دارم خیلی خیلی اینکه آدم با یه نویسنده حرف بزنه درباره نوشتن و کتاب توی برنامه کتاب باز اصلا اصلا جاش اینجاست من میخوام برم چای یا دم نوش بیارم ولی باستان... یادتون باشه که یادم نرفته که بگین روز چند ساعت هم کتاب میخونیم بله حتما دم نوش, دم نوش. چای مرسی. خب چای چای و دمنوش <applause> آماده است حالا بگین که روز چند ساعت کتاب میخونیم راستش یک جمله از آقای شریعتی است اگه مال خودش باشه یعنی من یادم باقی. نمیاد که از خودشون خونده باشم ولی انقدر دیگه متواتره که من اجازه میدم میگیرم که اینو بگم میگه بخوان بنویس بخوان بخوان بنویس بخان بخوان بخوان بنویس بخوان 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 بنویس یعنی به ازای هر یه دونه باری که دوباره میخواید بنویسید یه بخانو اضافه میکنه فکر میکنم اگه مال ایشون هم نیست مال هر کسی از حرف درستیه نمیشه بدون خوندن نوشت این لاقل برای من به عنوان کسی که این شغلشه مجبورم زیاد بخونم و مجبورم حتی چیزهایی بخونم که خیلی وقتها پسند عام درش نیست یا آها. حتی بی ربطه به کارم من برای نوشتن بسیاری از کارها مجبور به شاید شما هیچ وقت راجع به یک مفهوم اقتصادی در بورس نخونید ولی اگه یکی از شخصیت های قصه من این کار است ما مجبورم برم بخونم که کمی لاقل راجع به اون موضوع بدونم اه. شاید شما براتون اهمیت نداشته که بدونید تراش سنگ های قیمتی چجوریه یا چی یک تراش رو برای یک سنگ قیمتی مثلا برای یک الماس متفاوت میکنه با یه یاقوت ولی من مجبورم برم اینو بخونم چون این توی رومانم اهمیت داره بنابراین اینکه من میخونم شاید اصلا نه مقیاس مناسبیه نه تفاخوری درش هست ولی گاهی روزی 6 ساعت 8 ساعت مجبورم بخونم این چیزی نیست که الان و الان دارم از کنجکاوی میمیرم که نویسنده های مورد علاقه شما رو بدونم کیا خیلی نویسنده همه شونو بگم. همه شونو بگم از نویسنده ایتالیایی دیگه مورد علاقه من مثلا ایتالو کالوینوه که اونم به نظرم خیلی نویسنده خوبیه و البته خانوم نتالیا گینزبورگ که به نظرم یکی از مهمترین ناداستان نویس های تاریخ دیگه بل. این ناداستان رو یه کمی توضیح بدیم مثل که خیلی هم تازگی ها اهمیت ناداستان یا نانفیکشن زیاد بل. شده بل. آره چرا؟ از... چیه برای بیننده ما بگین ناداستان اول بگم نید. چرا مهم شده؟ اول بگین چیه که بدونن این داری چی صحبت میکنیم اه... نانفیکشن یا اون چیزی که ما به فارسی اسمش رو گذاشتیم ناداستان یک شیوه نوشتن خلاق راجع به واقعیت که از همه عناصر داستان نویسی استفاده میکنه اما هیچ چیزی از رگ خیال در خودش نداره مهمترین چیزی که بین یک فیکشن و نانفیکشن تفاوت قائل میشه خیاله ما هیچ عنصر خیالی در یک نانفیکشن نداریم در یک ناداستان نداریم همه چیز منطبق بر واقعیت مثلا گزارش هایی که همینگوی از جنگ داخلی اسپانیا از ماجرای جنگ جهانی اول از جنگ در واقع چین برای روزنامه ها می اینها همه نانفیکشن محسوب میشه پس با هم... خاطر نویسی هم یه جور نانفیکشن خاطر نویسی اساسا نانفیکشنه روز... روزانه نویسی دایری نویسی نانفیکشنه سفرنامه نویسی نانفیکشنه گزارش نان فیکشن اسی نان مموار نان فیکشن یه بگم شما ببینید درست میگم یا نه چون ما حتی وقتی که داریم خاطره می نویسیم حتی وقتی که داریم زندگی نامه می نویسیم به عنوان نویسنده خداگاه یا ناخداگاه دراماتیکش میکنیم یعنی سعی میکنیم جذاب بشه و وقتی که نوشتمون رو داریم جذاب میکنیم پس به نوعی داریم قصهش میکنیم ولی چون خیلی هم قصه نیست یعنی دیگه خیال نداره به خیال نداره به بابه. بابه در واقع از واقعیت اومده پس قصه نه. داستانه ولی ناداستانه یعنی دیگه ما از ورای واقعیت چیزی رو بهش اضافه بله. مهمترین عنصر و وفاداری صرف به واقعیت و اگه شما اینو نداشته باشید وارد داستان میشید درست کما اینکه همینگوی داستان رمان معروفش ودا با, ودا با اسلحه رو بر اساس وقایع واقعی که در جنگ جهانی اول در کوههای ایتالیا بین اتریش و ایتالیا تجربه کرده نوشته خودش مجروح شدون. بله و خودش م... یعنی تجربه شخصی درش وجود داره ولی بله چون یک رگه از خیال بهش تزریق شده اون دیگه فیکشن محسوب میشه داستان محسوب میشه گزارش های جنگ جهانی اول همینگوی البته تو جنگ جهانی اول گزارش ننوشته ببخشید چون موقع پرستار در واقع راننده آمبولانس بوده گزارش های جنگ, جان، جنگ داخلی, داخلی اسپانیا ده. از همینگوی وجود داره اینا نام فیکشنن ولی بر اساس همون زنگ ها برای که به صدا در میآید نوشته شده که فیکشنه و چرا داره روز به روز اهمیتش بیشتر به نظرم خانم الکسویچ در سال 2015 با نان جایزه نوبل برد یک کمی این بالاخره علاقمندی در نویسندگان هم آها, به وجود اومد آها. که به این حوزه وارد بشن نویسنده خیلی معروف و بزرگی نانفیکشن نوشتن من به نظرم یکی از بهتریناشون این خانم دوریس لسین که جایزه نوبل هم بابت ادبیات داستانیشون بردن یکی از مهمترین ناداستان نویس هایی هستن که به نظرم وجود دارن ای نوشتن جستار هایی نوشتن در موارد خیلی متعددی که به نظرم یکی از آدم های بسیار مهمین خوشبختانه آثارشون هم چاپ شده خانم دقیقی ترجمه کرده اسم کتابشون هم از زندان هایی که برای خودمان ساختهیم امیدوارم اسمشو درست گفته باشم و این حوزه حوزه یه که آدم زیادی درش اثر خلق کردن ولی چون الان برای ما در ایران این جذاب شده داره ترجمه میشه به نظرم در فارسی هنوز مهمترین ناداستان نویس جلال احمده با،, با... آثار متفاوتی از گزارش نویسی سفر نام نویسی و یک خود زندگی نام نویسی مفصل کتاب سنگی برگوری سنگی برگوری بی نظیر بی و هنوز به نظرم این اعتراف در زبان فارسی سالها طول میکشه که کسی بخواد بهش نزدیک امیدوارم بشه امیدوارم بخونید سنگی برگوری رو که در واقع خود جلال آل احمد و سرکار خانم سیمین دانشور روایت یه بخشی از زندگی شخصیشونه و البته یک چاه و دو چاله هم خیلی خونه بله بله من دل... حتی میخوام بگم خسی در هم کتاب سفرنامه بسیار درخشانیه ام... این سنت ناداستان نویسی در فارسی بسیار وجود داشته در فارسی که امروز به ما کمتر رسیده مثلا اخفانیات ناداستان بوده شکاریه ها ناداستان بوده یا رسالاتی که در موارد مختلف نوشته شده اینا همه ناداستانن یک بخشی از واقعیت همراه فکت های علمی که کنار هم گذاشته شده مثلا بازنامه نوشته شده و این بازنامه شیوه آموزش پرنده است اما بسیار از مقاله دور شده و به یک در واقع جستار نزدیکه شما از این موارد بسیار زیاد میبینید در تاریخ فارسی دارم و وقتمون کمه میشه من تو هی تون تون سوال کنم من. شما چون هی فهمیاد که من سعی میکنم تا اونجایی که بلدم جواب بدم خیلی همه رو بلدین عالی هست به من بگین که شما سینما خوندین درسته بله بله من لیسانس سینما دارم یک نویسنده آیا کارش به یک فیلمساز؟ شبیه یا شباهتی نداره هیچ شباهتی نداره هیچ شباهتی, نداره. شباحت. نداره اینو میتونم به عنوان کسی که کارگردانی سینما خونده بهتون بگم چون نویسنده از عدم خلق میکنه و کارگردان همیشه یک راهنمایی جلوی دستش هست به اسم فیلمنامه بله میشه گفت کار نویسنده به فیلمنامه نویس بسیار نزدیکه بله ولی به کارگردان اصلا و سال بعدی بینه که چرا ادبیات ایران که اینقدر خدمت داره اینقدر غنیه اینقدر ما نویسنده های تراز اول داریم ولی در جهان کمتر شناخته شده این یه کمی مفصله و در این مقال نمی ولی من, نمی من سعی می که یکی دو تا نکته بگم اولا اینجوریه که ما نویسنده های زیادی نداریم در فارسی ما شاعران متفکرین و آدم بسیار مهمی داریم که نوشتند یعنی از ابزار نوشتن برای ارائه مفاهیم استفاده کردن مثلا تذکرت الاولیای عطار یا الهه نام عطار یکی از کتاب های خیلی مهم در زمینه داستانگویی و در زمینه تذکر نویسیه در واقع هر دوتاشون به نظرم کتاب خیلی مهمی هستن اما شاید هیچ به درد امروز ما نخورن یا اصلا ادبیات به این معنایی که امروز ما دنبالش میگردیم نباشن بسترهای بسیار درخشانی هستن بنابراین شاید اون روزی که ما باور کنیم که ما نویسنده به معنای امروزیش خیلی کم داریم شاید اگه بگم در طول تاریخ ادبیات فارسی دو نفر آدم داریم در اون دوران کلاسیک قبل از 100 سالمون که نویسندن یعنی از ابزار شعر استفاده کردن ولی دارن داستان تعریف میکنن یکی فردوسی یکی نظامی یک کوچولو اتار دو نفر نصفی بقیه دیگرانی که شعر گفتن یا داستان پردازی کردن اینها مثلا آقای بهحقی که این کتاب مهمشو داره این بسیار ناداستانه در واقع یک تاریخیه که به جستار نزدیک میشه یک تاریخ نویسیه که به جستار نویسی نزدیک میشه و مولوی رو هم قصه گو توی مسئله نمیدونم میتونم حالا شخصی ندونم میگه یه عالمه آدمم با این نظر من مخالفم و نظرشون هم بالای سر من ولی فکر می اونهایی که از ابزارهای داستان نویسی به معنای امروزیشون استفاده میکردن در قالب شعر نظامی و فردوسیان به غیر از اینا ام، میخوام همینجوری خیال کنم کسی دیگه ای وجود نداره اما از 100 سال پیش به این ور ما آدم های بسیار مهم و بسیار تأثیر گذار داریم برد. اگه اینجوری حساب کنیم که ما در این 100 سال بسیار پیشرفت کردیم بسیار آدم داریم که نویسنده های درجه ای که با مقرس جهانی هستن امروز خیلی سر جای درستی هستیم ما مت من مطمئن میتونم بهتون بگم چون یکی از کارهایی که این چند وقت عمرم انجام دادم گشتن در نمایشگاه‌های کتاب‌های دون کتاب, کتاب دنیاست که ما حداقل از این کشورهای همسایه خودمون خیلی جلوتریم بله این کاملا دونست. بله یعنی اینو نه به عنوان ی آدمی که مثلا چون ایرانی هستیم و فکر میکنیم باید از همه بهتر باشیم میگم میگم ما از این منطقه چیزهای بهتری تولید میکنیم اما ما مناسبات درستی با نشرهای دیگر در دنیا برای ترویج کتاب فارسی نداریم ببینید خیلی ها فکر میکنن که مشکل ما کپی ما در سینما هم مشکل کپی داریم ولی سینما ایران مشکلاتی که کتاب داره نداره به خاطر اینکه حتی از قبل از انقلاب شما میخواستید یک دوربین و آپارات بیارید باید به اون که شرکت سازنده نامه نگاری میکردید اون دوربین و یا اون آپاراتو رو میآوردید شما اگه میخواستید یک فیلم رو نمایش بدید باید مکاتبه میکردید اون فیلم رو میآوردید ما کپی رعایت نمیکنیم اونها که میکنند ما الان این کار رو برای کتاب انجام نمیدیم ما هر کتابی رو از هر جای دنیا دلمون میخواد ترجمه میکنیم چاپ میکنیم خب معلومه که این اونها رو ناراحت میکنه ما حتی لفظی اجازه نمیگیریم چون اونها میدونن کاری ما... که الان یه تعدادی از ناشرین دارن میکنن بله بله حالا من به نظرم وقتی این اعتماد سازی به وجود بیاد البته بگم این کار رو از قبل از انقلاب هم نمیکردیم کردیم. یعنی ما کتاب ها رو بدون اجازه از قبل چاپ میکردیم اگه این اعتماد سازی بین یک نشر ایرونی و یک نشر خارجی به وجود بید. که کارهای ما هم ترجمه بشه بره. این راه باز خواهد شد و من فکر میکنم خیلی زود خواهد بود خیلی دور نیست من هم مثل شما فکر میکنم هم خیلی امیدوارم هم خیلی این اتفاق رو به حق و خوجسته میدونم خیلی... ببینم چه کتاب های بردین سر معرفی بکنید من... من... این ده... کتاب من جانت نیستم نوشته ای آقای محمد طلوعی حالا اینو نه که نشون بدم اینو به عنوان نمونه کار آوردم نه چرا آره من چرا نشون آره 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 بله, بله, بله این کتاب دوم منه مجموع داستان اول منه و کتاب دوم من مهمترینش اینه که دام دست خونه داشتمش آوردم عالی آناتومی افسردگی محمد طلوعی بله, بله 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 این رمان در واقع آخری که از من چاپ شده خیلی رمان مورد علاقه منه دیگه از خودم میتونم تعریف کنم آره، امیدوارم همه کتاب های آقای طلوعی رو بخونیم ولی اگه قرار باشه به بیننده های ما یکی رو معرفی کنین یکی از کاراتون رو برای شروع بند. کدومو رو پیشنهاد میکنین که من یک کتابی دارم به اسم تربیت های پدر بند. که یک مجموعه داستان به هم پیوسته است و خوشبختانه با در خوششانسی من تقریبا تمام داستاناش به انگلیسی و ایتالیایی ترجمه شده و چاپ شده و خیلی مورد اقبال دیگرانی که این کتاب رو هم خوندن قرار گرفته من پیشنهادش میکنم خوشبختی های پدر پیشنهاد تربیت, تربیت های پدر تربیت های پدر آقای طلوعی خیلی عزیزم ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم لطفاً نظامی هم دارید الان میریم نگاه میکنم آره من از... نظامی برمیدارم دیگه بدون فکر که از قبل میدونیم میخواین چی نکنه آب روی حیثیتمون بره نظامی رو نداشته باشیم امیدوارم که داشته باشیم نه حتما باید داشته باشیم بریم ببینیم نظامی برد. داریم یا نه لطفا برد. یکی به یادگار قبول کنیم بله حتما از این ور بود بله بفرمیم خب <applause> نظامی ن... <بل> من. <applause> من. من یه ضرب پیدا کردم <تصفيق> <تصفيق> چه خوب شد خیلی نگران بودم دل تو دلم نبود میخواستم بگم اگر نظامی نبود فردوسی رو میدونم داریم اونجا. بله بله, بله. فردوسی هم واقعا بسیار به نظرم نویسنده درجه یکی میشد اگه امروز بود چون چیز خیلی ماجرای جذابی داره داستان فردوسی بله. تو ماجرا خیلی به نظرم مهمه و شخصیت پردازی داستانهای رزمی یکی از مهمترین داستان. گونه های داستانی توی در واقع دوره کلاسیک بودن ایلیاد، اودیسه بله بله, بله. هماسی بله. و هماسی. رزمی بله. 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 یه عکس بگیریم به یادگار. بله. حتما. من که خیلی این عکس رو دوست دارم و نگه میدارم سه، دو، یک سه، دو، یک دوربینه عمرش داره به سر میاد ما همچنان سکوت میکنیم موقع عکس گرفتن بله خب. آخه موقع دارن دوربینه عمرش تموم شده ولی چون همه گرون شده نمیشه خریدش دیگه <تصفح> <تصفح> نمیشه خرید اینو اینجوری نگرش میداریم آقای محمد طلوعی عزیزم توی این برنامه ما آرزومون اینه که مردم با هم حرف بزنن با, با هم گفتگو کنن و بیشتر مطالعه کنن بیشتر کتاب بخونن بله امیدوارم واقعا امیدوارم فکر میکنم این دنیای آرومتری برای همه میسازه چه خوب دنیایی آرومتر و خودمونم آرامش بیشتری شب داشته باشیم خیلی ممنونم شما. ما مرسی ممنون آقای احسان رضایی سلام سلام عرض میکنم به سروش صحت جان احبت. مثل استاد سالحلا گفتم این جانشو عالی بود چه کاش آقای سال الان یه دفعه بیان برنامه هم. آره واقعا کاش آره. تشریف بیارند آره، آره. و آره فکر کنم همه هم دوستشون داریم ما از شخصیت هایی هستن که فکر نکنم و هیچ و کس آره. آره اون صدای نازنینشون و به خصوص قصه های پر احساسشون تو الان هم هر دوتا همون دستمون رو مثل آقای سال سال, علام. سال علام دستشون میزرن آره ارزم به دو استاد میبینن این گفتگو رو یه سلامی بهشون بله، کنید. عرض کنیم بله ادب زیاد این هفته چه کتابایی میخواییم با ما معرفی کنیم سورشان من داشتم که قفسه کتاب رو نگاه می کردم. دیدم دو سه تا کتاب دارم از ادبیات معاصر عرب چیزی که زیاد راجبش نمیدونیم و زیاد راجبش حرف نزدیم در عین حال که پیوستگی فرهنگی و نزدیکی فرهنگی داریم ما به کشورهای همسایه و عرب ما فقط درباره شعر معاصر عرب میدونیم و شاعرای بزرگشون محمود درویش، نزار قبانی رو میشناسیم. خیلی هم پرطرفدار و پر استقبال هم هستن. عربو خیلی دوست دارم اجازه میدی اسمشو بگم. خانم قادت سما. سما در بند کردن رنگین کمان اسم کتاب اولی که از ایشون ترجمه شده بود بله این اصلا عالی بله، فوق العاده است. این حسی که دارند و به نظرم خیلی هم از ما در بعضی از ادبیات جلوتر هستند. نوگراتر هستن ولی عجیب اینکه که توی رمان و داستان خیلی نمیشناسیم به جز مثلا حالا نجیب محفوظ اون هم خود این که اینکه نوبل, نوبل شاید گرفیه. و امین معلوف که نویسنده تونسی خیلی کم میشناسیم و خیلی از های مهمشون تازه الان داره مثلا به تدریج به ما میرسه فکر کنم یه برنامه رو راجع به ادبیات بله، معاصر عرب زیاد داره ترجمه میشه و چه کتاب های خوبی هستن یه دونه نوبل ادبیات عرب هست آ یه بوکر ادبیات آره، عرب،, عرب داریم آره و بوکر ادبیات یکی از کتابایی که آوردم برنده بوکر عربی هستش بله بسیار عالی اه... از کدوم شروع می‌کنین شما بگو از کدوم شروع کنیم وقایع قریب قیب شدن سعید ابو نحس خوشبدبین خوشبدبین یه ترکیب امیل حبیبی امیل حبیبی این بزرگترین داستان نویس معاصر عرب هستش اه؟ شالی خب داستان درباره چیه ترجمه احسان موسوی خلخالی یه ترجمه دیگه هم داره خوشخیال بد اقبال مثل همین خوش بدبین این دوگانگی شخصیت سعید ابو نحس شخصیت اصلی رمان رو به ما نشون میده رمان از اونایی که داستان یه خطی نداره فلسطینیه فلسطینیه و هم هست با محمود درویش چه جالب با هم بودند با هم کار سیاسی حتی کردند با سهیونیست ها مبارزه سیاسی کردند، علیهشون فعالیت کردن امیل حبیبی ارز کردم بزرگترین داستان نویس معاصر عرب بش میگند میگن و این کتاب رو میگن مهمترین اثر داستانی ادبیات عرب داستان از اینه که یه خطی نداره شخصیت اولش سعید ابو نحس بله جز به هست که بهش میگیم اقلای مجانین شخصیت عجیب غریب و پیچیده ای داره اسمش در عنوان رمان هم بود خوش بدبین هم خوشبینی مفرد داره و ساده دلی و هم بدبینی و شک به همه چیز داستان زندگیش رو ما دنبال میکنیم که در سرزمین اشغالی اشخالی زندگی میکنه گاهی مجبور میشه برای اینکه از دست سهیونیستا فرار بکنه حتی باشون همکاری بکنه جاسوسی بکنه در این حال از اونا بدش میاد گیر میفته بارها یه داستان شبیه به نظرم میرسه که شبیه سلاحخانه شماره پنج انقدر قصه در قصه است و ماجراهای عجیب غریب داره تصوراتش از موجودات فرازمینی و میگم یه خطی نداره واقعا نمیشه زندگی ولی, ولی فوق العاده پرکشش فوق العاده پرکشش زندگی سعید ابو نحس یک عرب معاصری که در فلسطین اشغالی داره زندگی میکنه و برای زنده موندن کارهای مختلفی میکنه و به شدت این رمان پرکششه داستانش قشن هزار و یک شبیه دیگه قصه در قصه داستان های پوست پیازی من یکی که شدم نشر نونم این نشر کتاب نونم ترجمه کرد کتاب بعدی جایی که خیابانها نام داشت رند عبدالفاته عبدال 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 ترجمه عبدالفتا عبدال ترجمه مشتبه ساغینی و نشر اجازه من چشم آه نشر آرما بله بله رند عبدالفتاح فلسطینی هستش داستان مربوط به ادبیات مقاومت ماجرای مادر بزرگی برای نوش حیات نوه دخترش حیات داره تعریف میکنه که چطور از سرزمین آبا اجدادی بیرونشون کردن و حیات حالا میخواد بره یک مشت خاک بیاره برای مادر بزرگش که در آستانه مرگ هستش از گونه ادبیات مقاومت هستش و داستان مقاومت فلسطینی ها در برابر سرنوشت ناخوشایندی که داشتن به شدت فوق است رمان به شدت پرکششه از خانم رند عبدالفتاح هم یکی دو تا رمان دیگه هم ترجمه شده که بعضیش مثلا موضوع سبک زندگی هم هستش سبک زندگی آره یک دختر مسلمان در دنیای مدرن رو داره توضیح میده موضوع جذابی هم هست و چالش برانگیزه. داشتم فکر میکردم که کاش که حالا که به ادبیات عرب پرداختی سراغ ادبیات مثلا توی برنامه ژاپن هم بریم حتما یا... حتما ادبیات ژاپن که فوق است ادبیات نوین ژاپن آره, آره بشت... یا در واقع مثلا ادبیات بریم ادبیات مثلا آلمان رو توی برنامه هر کدوم اینایی که میگیم این یه ویژگی دارند سروش ادبیات نوین ژاپن یه ویژگی داره که در هیچ کشور دیگه ای نیست به اون تصویر عجیب قریبیه که از شر در این ادبیات هستش تصویر شیطان و شر در ادبیات ژاپن به کلی متفاوت با باقی دنیا ادبیات باقی دنیا تو فیلماشون هم گاهی هست به خصوص این سریال های انیمیشنیش به معروف به انیمه که خیلی فوق العاده است در این تصویر گری. ادبیات معاصر عرب یه قربتی توش هست یک غم پنهانی توش هست تو همه ای مثلا این همونطور که تو شعرشون هم هست از نویسنده های کرد زبان هم به تازگی خیلی کتاب ترجمه شده آقا اینا همینطور قرار هامون داره زیاد آره و زیادتر خاطبه میشه ها برنامه هامون بیشتر نشه بعد وقت بگیریم آره آره از تهیه آره کننده که خیلی کتاب از مثلا بختیار بسیار کتاب بختاره. ترجمه شده بله. بلد و خیلیم خیلی هم پرطرفداره خیلی خیلی, خوبه ها اینکه ما از طریق رمان میشناسیم همدیگر رو و داریم الان همسایه هامون در مثلا کردستان عراق رو بلد. میشناسیم آرزوهاشون افکارشون نگاهشون به هستی رو چیزایی که یکم جاشون خالی بوده آره واقعا مثلا باد بادک باز خالد حسینی رو خیلی خوندن و باید شد افغانستان رو بشناسن بله دقیقا. بله دقیقاً. بله بله. کتاب بعدی از فرانکشتاین در بغداد احمد سعداوی ترجمه ای عمل نبهانی نبهانی این همون بود که عرض برنده بوکر 2014 بوکر عربی 2014 خب توضیح میدین داستان توی بغداد بعد از جنگ و بعد از اشغال آمریکایی ها میگذره مهدی شخصیت اصلی رمان زباله گرده وضع زندگیش به قدری خراب شده که میگرده توی زباله ها و از اونجا زندگیشو تأمین میکنه تو این زباله ها دست و پای آدم هایی که در بومگزاری های بغداد قد شده فلان اینا گاهی میبینه یه فکر عجیبی به سرش میزنه اینا رو میبره جمع میکنه تبدیل میکنه به یک موجود جدید فرانکشتاین جدید چون فرانکشتاین هم همینجوری درست شده بود دیگه هر تیکه ای از بدنش از یه آدم یعنی یه آدم پاره پاره ای بود دقیقا حالا این فرانکشتاین جدید که یک باز خلق و بازنویسی داستان معروف ماریشلی هست اومده توی بغداد بغداد بعد از جنگ و دنبال اینه که انتقام بگیره از کسانی که باعث کشته شدن این تیکه های بدن های تشکیل دهندش میشه خیلی رمان عجیب غریب و خوندنیه چقدر است. جالب که یه در واقع نورافکنی تابوندی به یه بخش کمتر شناخته شده ای از ادبیات که اتفاقا خیلی مهمه و داره خیلی خوب به فارسی ترجمه میشه کتاب مهمش و یه نکته جالب این سه کتاب رو آقای دکتر رضایی خونده و مثل اینه که یه لحظه پیش از کتاب فروشی خرید آورده یعنی واقعا موقع خوندن کتاب رو بازم نمیکنه اینجوری می آره؟ آخه من میشه کتاب قد... کار کتاب های منی هست اون دقت کردی؟ خیلی نوعه خب آقا کتاب آدم باید تمیز نگه داره جلدشون بکنه موقع خوندن مواظب باشه چایی نریزه روشون الان من اینجوری کنم اینجا تنفس میدیم دست به یقه میشیم در میگردیم خیلی خیلی ممنونم امیدوارم به بقیه وعده هم برسیم امیدوارم آره حرف زدن راجع به کتاب و به خصوص کتاب هایی که کتاب خوبی هستن و کمتر دیده شدن چون کتاب خوب توی بازار کتاب ما زیاد هست بنابراین خیلی هاشون کمتر دیده میشن فرصت و نمیشن و باید معرفی بشن این کار مهم رو شما دارین تو برنامه کتاب باز انجام میدین با کمک تو شد خیلی خیلی ممنونم شما و خدا نگهدار شما